حوز بچه قورباغه ها. شلوغ نکنین، یکی یکیتون رو میبرم. خیلی خوب، آروم اینجا منتظر باشین، من زود بر میگردم. جونم جون، هی چقدر کارش جالبی. جالب؟ هیچم جالب نیست، کار مهمی نمی کنی که. چرا اخلاقه تو اینجوریه؟ چه جوریه مگه؟ بی خود از من ایراد نگیر، اصلا به تو چه مربوطه ها؟ پس بدی نداشتم، معذرت میخوام. پس چرا از کار من ایراد گرفتی؟ خیلی خب، حالا این دفعه میبخشم تو، دفعه بعد سعی کنی دیگه تو کار من دخالت نکنی. ماما خب، حالا نوبت کیه بچه ها؟ نوبت منه دیگه. خستم کردینا، چرا مادرتون همتون رو بر نمیداره دست جمعی ببره تا صداتون رو نشنوه؟ مادر ما میگه همیشه باید پر حوصله بود. خیلی جالبه نه؟ شما با اون مادرتون. مادر ما خیلی هم خوبه. آفرین پسر خوب، آفرین. تازه خیلی هم دوستش داریم، میخواد ما رو ببره یه جای تمیزتر. آه نفهمیدم چی گفتی؟ بذار ما حوصله‌تون باشیم بچا. مگه اینجا چشه؟ یعنی میخواد بگین حوض بچه قورباغه ها خوب نیست؟ تمیز گفت تمیزتر. بازم گفت یه جای تمیزتر. میشه بگین حوض بچه قورباغه ها چرا کثیفه؟ خب دیگه بابا بس کن. ساکت باشین، اینقدر سرسره رو نندازین، آروم باشین بچه ها. مگه ما چی کار کردیم؟ مگه اشکالی داره مادرمون رو صدا کنیم؟ مادرتون به سودی برمی کردیم. اون به ما حسودیش میشه. برو کنار ببینم. هی بس کنیم، مادری نصیحتمون میکنه. دروغ میگن. ببینم طورت که نشون سیزای این کار تو میبینی بچه یه لوشه بی طبیعت. برگرد پک، میتونستم دوم اون بدجنس رو قطع کنم مادر. نه این چه حرفیه، این کارا خیلی بده. آخه خیلی اذیتمون کرد. تو حالت خوبه پک؟ خوب معلومه. تو نمیبایست اون کارو میکردی پک. برای چی؟ اون بچه ها قصد نداشتن تو رو ناراحت کنن. من مطمئنم اونو بچه های خوبی. خوشحالم که تونستم دست خوبی به اون بچه های گریه او بدم. حالا که اینطوره من میرم. هی سب کن هاچ، چرا همینجا نمیمونی؟ تو که جایی نداری بری داری؟ با این اخلاق تو بهتره که من برم، فهمیدی؟ بس کن دیگه هاچ، نکنه میخوای بگی دلخورت کردم. همینجا بمون تو یه کمی بازی کنی. بازی تو زور گفتن به اون بچه آبدوزک های کچوله. خیلی خوب خیلی خوب، قول میدم دیگه از این کارا نکنی. راستش نمیدونم چی بگم. هاچ میخوای بگردی دنبال مادرت؟ مطمئنم که پیداش میکنم.
خب این به خودت مربوط میشه، حالا چیکار کنی؟ نمیدونم تو چرا اینطوری هست. خب دیگه بهتره با هم بازی کنیم. دوست داری چیکار کنیم حاج؟ حاج بذار ببینم. هی ببین کی داره میاد. اون کلیکه، همون خرچنگی که توی حوض زندگی میکنه. تو گفتی خرچنگ؟ آره، تو چاله خرچنگ ندیدی؟ موجود خیلی عجیبیه. آهای کلیک، کجا داری میری کلیک؟ وایسا. چیه؟ چی میخوای؟ میخوام کمکم کنی. بازم که توی، بازم میخوای سر به سرم بذاری؟ آره. اوه نه کلیک، این دوست من هاچه، اون گل قاصدک رو میخواد. تو میتونی بری براش بیاری؟ حساب کن، کاری نداشته باش هاش، بذارش به عهده من. اون قاصدک رو میبینی کلیک؟ آره میبینمش. باشه من میرم برات میارم. برای چی راست را نمیری کلیک ها؟ من قصدک رو که اونجاست میخوام، نه اونی که اونجاست. خیلی آبا بهتر راست را بری کلیک. آها راست را برو. چی شده کلیک؟ چی کار میکنی؟ کلیک به خاطر این کار حسام تو میرسه. همش تقصیر خودت بود پک. داره بارون میاد. چه جای قشنگیه. این همون خانواده آب دوزدکه. خوب شد که اومدیم اینجا. این جای قشنگیه. خوب شد قبل از شروع بارون از اونجا را افتادیم. اگه تو اون حوض مونده بودیم الان تو بارون گیر کرده بودیم. دیگه جای نگرانی نیست. خب بخورین بچه ها، بخورین غذاتونو، بعد همگی بگیرین بخوابین. خوش به حال اون بچه آب دزدکو، ولی منم مادر دارم. مادر من مهربونتر و خوشقلبتر از تمام مادرهای دنیاست. نمیتونم جایی برم، نمیتونم تکون بخورم.
معذرت میخوام هاج، باید حرفتو گوش میکردم، واقعا حماقت کردم، حالا میگه چیکار کنم؟ خب صبر کن، من بهت کمک میکنم که از اینجا بیای بیرون. شوخیت گرفته هاج، چرا باید به اون پسر بدجنس کمک کنم؟ خواهش میکنم، فقط تویی که میتونی کمکش بکنی. کلیک، خواهش میکنم. اون حقش بود که چنین بلایی سرش بیاره، چون خیلی ها رو اذیت کرد. ولی اگه بمیره مقصر تویی، چون که تو دمش رو قطع کردی. خواهش میکنم با من بیا و کمکش کن. اگه نه اون میمیره، ازت خواهش میکنم کلیک. باش. اگه تو بیای کمکش کنی، من قول میدم که اون دیگه پسر خوبی بشه. باش. خدایا عجب گیری افتادم، حالا چیکار کنم؟ از این طرف کلیک. خب کلیک، به خاطر اذیتایی که کردمت معذرت میخوام. خواهش میکنم کمکم کن. خواهش میکنم کلیک، این چوب بزن کنار، فقط تو میتونی این کارو بکنی. خیلی خوب، باش، امتحان میکنم. یه خود دیگه هول بده. دیگه چیزی نمونده، یه خود دیگه. آفرین کلیک، تو موفق شدی. نگاه کنی، اثری از آب نیست، آفتاب کاملا خشکش کردی. امکان نداره پک تا خونه برسه، چون تو خشکی نمیتونه راه بره. حالا من باید چی کار کنم؟ خواهش میکنم کمکم کنی، کمکم کنی. شما دیگه بزرگ شدین بچه ها، بریم بیرون و برای خودتون گردشی بکنین. مواظب خودتون باشین بچه ها، مواظب باشین. خب رفتن، خدا کنه اتفاقی برای اونا نیفته. سلام بچه ها، من احتیاج به کمک دارم. مادرتون کجا؟ با مادرمون چیکار داری؟ زن بوده اصلا. چون یه بچه قورباغه به خطر افتاده، میخوام ببینم از مادرتون کاری برمیاد یا نه. اون از خوشه باب بارو خارج شد و حالا تو خشکی گیر کرده. تو چی فکر میکنی ها؟ نمیدونم، شاید مادرمون بتونه کاری بکنه. سلام خانم عبدالزک. سلام هاج، شنیدم با بچه ها درباره یه چی صحبت میکردی. کاش میتونستم کمکی بکنم، ولی متاسفانه من تو اسباب کشی به این خونه انقدر کار کردم که تمام بدنم خسته و کوفته است. بچه قورباغم خیلی سنگینه، بنابراین بعیده که بتونم کاری براش انجام بدم. امیدوارم بفهمی چی میگم. من نمیدونم چی کار باید بکنم. کاش یه نفر میومد پکو یه مقداری جلو میبرد. امروز صبح دیدم که بچه هاتونو میبردین، فکر کنم که شاید شما بتونیم به پک کمک کنیم. خواهش میکنم. خیلی به دوستت علاقه داری، مگه نه هاچ؟ درست میگم؟ معلومه، درسته که اون تا به حال به جای کارای خوب همه رو اذیت کرده، ولی میدونم که قلب مهربونی داره و به محض اینکه واقعا بفهمه کارش غلطه، حتما پشیمون میشه و بچه قورباغه خوبی میشه. حالا جونش در خطره و هر کاری از دستم برداد براش انجام میدم. آخون الان واقعا به خطر افتاده، باید یک کاری براش بکنم. هاچ، من سعی خودمو میکنم. متشکرم خانم عبدالزک، پس من جلوتر میرم تا بهش قوت قلب بدم. خدایا کمکم کن تا بتونم این کارو انجام بدم. پک، حالت خوبه؟ چطوری ها؟ خوب نیست. تا پک بیار، پک الان کمک میرسه. ممنونم حاج، هر کاری میتونستی برای کمک به من کردی، من ازت ممنونم. چقدر در اشتباه بودم، در تمام عمرم همه رو اذیت کردم. خوشحالم که بالاخره به اشتباه پی بودم. خدا کنه زنده بمونم تا بتونم همه یه کارای بد گذاشتم و جبران کنم. خدایا کمکم کن. حاج چقدر تند اومدی، نزدیک بود گمت کنم. خانم عبدالزک، تو
فقط بیار پک، فقط چند دقیقه دیگه مقاومت کنم. حالا چه خوبه؟ آره خوبم هاج، فکر میکنم بتونم تا آخرش طاقت بیارم. خب رسیدیم به حوض بچه قورباغه ها. رسیدیم. بچه هیچ حرکتی نمی کنه. باید کمی صبر کنیم تا پوستش کاملا خیس بخوره. خدا رو شکر اون زنده است. خدا رو شکر، از همه چه متشکرم. خیلی خوشحالم. خانم عبدالزک حالتون خوبه؟ آره هاج، نگران نباش. پس اینجام نجات پیدا کردم، نجات پیدا کردم، هورا. چه خواب خوبی کردم. سلام کلیک، امروز صبح حالت چطور؟ خوبی ها؟ چطوری؟ سلام هاج، خیلی خوبم. راستی هاج، یه چیزی رو میدونی؟ چی رو؟ تو این فکر بودم که تو چقدر زنبور عسل خوبی هستی که با همه اخلاق بد پک بازم باش اونطور رفتار کردی. ببینم راستی حالش خوبه، تو دیدیش؟ براش نگرانم، اثری ازش نیست. از اون روز که رفته دیگه ندیدمش. برم یه سری بهش بزنم. پک کجایی؟ جواب بده پک. یعنی کجا رفته؟ نه خیلی، هیچ اثری ازش نیست. هاج، چی بود؟ کی بود منو صدا کرد؟ منم هاج، اینجا رو ببین. تو کی هستی؟ ببینم تو اسم من از کجا میدونی؟ یعنی منو نمیشناسی هاج؟ من دوستت هستم پک، منو نمیشناسی؟ پک تو همون بچه قورباغه ای؟ من دیگه بچه قورباغه نیستم، حالا یه قورباغه بزرگه. خب هاج، حالا خوب نگام کن ببین چقدر بزرگ شدم. من جون خودم و مدیون تو و خانم عبدالزکم. هاج هاج، منو میبری پیش خانم عبدالزک؟ آره، به یه شرط میبرم اتون. چه شرطی؟ چه شرطی که قول بدی سعی رو هرچی تونستیم برای اونا آذوقه جمع کنی تا اونا برای مدتی خیالشون از بابت غذا راحت باشه. چطور، موافقی؟ ها، باید کاملا موافقم هاج. تو بهترین و مهربون ترین زنبور عسلی هستی که من تا حالا دیدم. خب حالا حاضری بریم؟ آره حاضرم، بریم. برای مادرت هم نگران نباش. تا اونجا که بتونم به تو در پیدا کردن مادرت کمک میکنم. من تازه فهمیدم که کمک به دیگران چه مزه‌ای داره. هی مواظب باش نیفتی. نه مواظبم، چرا خوب دست خیس میکنم. مهربونی و فداکاری هاج باعث شده بود که یه قورباغه از کارای بد گذشتش دست بکشه و تبدیل به یک قورباغه مهربون و فداکار بشه. حالا دوباره هاج به سفر خودش ادامه میده.